من الان خیلی خوشحالم که اومدم تو جامعه آلبانی. مردم آلبانی هم خیلی مهربون هستن. من بعد خیلی باشون گرم گرفتم صحبت میکنم، چند روز رو بعد احساس میکنم زنده شدم. اونجا توی یه دونه اتاق من رو تقریبا بگه مثلا هم حبس کرده بودم. موقع پلیس آلمانی اومد تو داخل مشکل های بازرسی، اینا من رو تو اتاق حبس کرده بودن. بستنت؟ بله، دون حبس کرده این اتاق نگرده دو نفرم گذاشته بودم به پا که من ندارم با این پلیس صحبت کنم. چرا؟ قبلش گفته بودم که اگر منو نفرستیم من میرم اینجا وزارت کشور که میاد هر ساله تو رو مشرف میگرد که من اینو من میگردشتم. به خاطر این پلیس که اومد داخل اینو به پا گذاشته که من ندارم با اون رو صحبت کنم. این شد مثلا آزادی، این شد انسانیت، آزادی بدون این که بتونی هم حرف بزنی. بتونی حرف بزنی، این آزادی. شما اول انسان باید خودش آزاد کنه، دوم کنار دستیش رعایت بکنه. اینه که شعار بدم نمیدونم ما اینا رو میخوام آزاد کنیم، ما میخوام این کار رو بکنیم با پول هنگفتی که تو سرمایه گذاریه که از حرف کردن نمیدونم والا من چجوریه، ولی این کار رو کنن اصلا بوی آزادی خواهی نمیده. از این من فهم میکنم مسعود رجبی و مریم رجبی اصلا آدم های انقلابی نیستن اصلا، و بوی از این بسر نمیده. خودت هم میگی روانی هست. خب خیلی ممنون آقای علی. یارو باید ببرن تیمارستان خدا هاشون کنن. نه همه هم دیوانه کردن، زامبی کردن همه هم. زامبی؟ اگه اونجا نشرف شد هم کم شهر زامبی ها.